افراد و گروه های زیادی هستند که به دنبال این هستند که رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی رو اسلام ستیز نشون بدن و اینجوری تبلیغ میکنن. این تبلیغ در دوران قبل از انقلاب توسط روحانیت صورت میگرفت و خب قابل فهم بود، نه قابل توجیه. اما تبلیغ این مدعا امروزه توسط برخی افراد و گروه ها در شرایط کنونی نه قابل فهم، نه قابل توجیه. البته اگر قصد یه عده این باشه که بگن که اسلام و تشیع رو به عنوان علت العلل مسائل و مشکلات ایران قلمداد بکنن یا همه مسائل و مشکلات ایران رو به گردن اسلام و تشیع بندازن، خب این روی کرده تبلیغاتی اون موقع قابل فهمه. اما شاه واقعا ضد دین نبود. مهمتر از این نکاتی که گفتم اینه که چهره‌ای که خود شاه خصوصا در آخرین کتابش، کتاب پاسخ به تاریخ، از خودش به تصویر میکشه، نه تنها یک چهره، یک فردی که پاسدار اسلام و تشیعه، بلکه اون مدعی ارتباط بسیار ویژه‌ای با ائمه شیعیان هستش که حتی مراجع مسلم تقلید، حتی آیت الله خمینی چنین ادعاهایی در این سطح مطرح نکردند و در هیچ نوشته‌ای سخنی از آیت الله خمینی نمی‌بینید که چنین مدعیاتی راجع به ارتباط ویژه‌ای خودش با ائمه مطرح کرده باشه. ما نه تنها مدعای اسلام ستیزی شاه رو رد می‌کنیم، بلکه نشون خواهیم داد که شاه یک فرد اسلام گرا بوده. و اگر تونستم صحبت‌ها رو تو این نوبت تموم می‌کنم، اگه نتونستم نشون خواهم داد که یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن انقلاب 57 شد خود شاه و خاندان شاه بود، از این منظر ویژه نگاهی که ما امروز به اسلام میکنیم. شروع میکنم و تصویری که شاه خودش از خودش در کتاب پاسخ به تاریخ که آخرین نوشته بود قبل از مرگشه ارائه میکنم خدمت شما. موارد 19-20 مورد هستش که شاه در مورد اسلام و خودش گفته، اونا رو ذکر میکنم خدمت شما، دونه به دونه توضیح میدم و این جملات شاه رو براتون قرائت میکنم. اولین نکته اینه که شاه خودشو حافظ تشیع و مجری تعالیم عالیه اسلام معرفی میکنه. شاه به آغاز سلطنتش برمیگرده، از سوگندی که اون موقع خورده یاد میکنه و مدعی هستش که در تمام دوران سلطنتش به این سوگندش وفادار بوده. این جمله‌ای که میگه اینه: هنگامی که پس از استعفای پدرم به سلطنت رسیدم، من نسبت به حفظ و صیانت قانون اساسی و مذهب شیعه اثناعشری سوگند یاد کردم و از آن پس هم باره در ایفای تعهد خود کوشیدم و انحرافی از اجرای تعالیم عالیه اسلام مبنی بر عدالت و صداقت و رفعت نداشتم و همیشه خداوند متعال را حافظ و راهنمای خود دانستم. پس ببینید شاه در اینجا ادعا میکنه حفاظت و صیانت از تشیع کرده، تعالیم عالیه اسلام رو اجرا کرده، در تمام مدت هم تحت حفاظت و راهنمایی خداوند بوده. بعد دوباره در جای دیگه میافزایه: آیا لازم است یادآور شوم که طبق قانون اساسی ایران پادشاه حافظ و نگهبان مذهب شیعه اثناعشری است و من همواره در این زمینه کوشا و به سوگند خود سخت پایبند بودم؟ من هرگز از انجام تعهد و سوگند خود در حفظ و صیانت مذهب شیعه اثناعشری و دفاع از آن در مقابل حملات مادی گرایان باز ننشستم. این مدعای اون به توضیحی که بعدا خواهیم داد درسته. شاه به شدت از شوروی و کمونیستای ایرانی که اونها را عوامل شوروی میخوند هراسان بود و اسلام و تشیع رو سد مستحکمی در برابر هجوم اونا به شمار بود. دومین نکته که شاه در پاسخ به تاریخ میگه راجع به اعتقادات پدرش رضاشاه به اسلامه. شاه میگه پدرم رضاشاه نیست چهره ای عمیقا خداشناس بود و معتقد به اصول دیانت اسلام بودش و مدعی هستش که در زمان رضاشاه هیچ صدمه و لطمه در ساختار سیاسی به مقام بالای جامعه روحانیت وارد نیوردش. میگه پدرم با روحانیون قشتی و مرتجع مخالف بود، نه با روحانیت، و عمیقا خداشناس و معتقد به اصول دیانت بود، چنان که من هستم.
در زمان او به اعتبار نفوذ معنوی و اخلاقی جامعه روحانیت و مقام والای آن در نظام مملکتی لطمه وارد نیامد. رضاشاه با روشن بینی و اعتقادات مذهبی که داشت میدانست که نقش یک رهبر تنها سازندگی مادی نیست و جامعه بدون ایمان و اخلاق پایدار نمیماند. شما به این نکته توجه بکنید که شاه چی میگه اینجا. شاه میگه نه تنها از اعتقادات پدرش میگه، بلکه جمله‌ای که میافزاید اینه که جامعه بدون ایمان دینی و بدون اخلاق پایدار نمیمونه. ایمانی که اینجا داره میگه ایمان به خداست، ایمان به موجودات رازآلوده، ایمان به پیامبر اسلام، ایمان به ائمه است. شاه میگه همه آدمیان و جوامع بدین نیاز دارن. این عباراتشونه: اعتقادات عمیق مذهبی اساس زندگی معنوی و اخلاقی هر جامعه است که اگر دست خوش مادی‌گرایی شود با مخاطرات بسیار روبرو خواهد شد. ایمان بهترین و مؤثرترین ضامن سلامت فکری جوامع بشری است که باعث می شود انسانها به مراتب و مدارج عالی روحانی و معنوی دست یابند و از بند مادیات و خودپرستی رها شوند. خب اینها عین جملاتیه که شاه بیان میکنه از نیازی که جوامع بشری و انسانها به دین دارند. سومین نکته‌ای که شاه میگه از ارادت ویژه پدر خودش رضا شاه به امام رضا میگه. شاه میگه پدرش اعتقاد و احترام بسیار خاصی به امام رضا داشت. به همین دلیل رضا شاه اسم کوچک همه پسران خود را با ترکیبی از نام رضا، امام هشتم شیعیان که مورد احترام و اعتقاد خاص وی بود، انتخاب کرد. او غالبا به زیارت مرقد این امام جلیل میرفت و در مرمت و تزئین بارگاهش کوشش های بسیار کرد و آن را از حال ویرانی نجات داد. این ادعای شاه از سوی دیگران هم تایید شده. به عنوان نمونه روزنامه ستاره به نقل از حسن زعیم که از آزادی خواهان بوده نوشته که اون به اصرار قوام الدوله صدری روزی دو نفری به دیدار رضا شاه میرن. تو اون موقع رضا شاه خیلی خیلی ناراحت بوده چون حال محمدرضا که ولیعهدش بوده خوب نبوده، بیماری سرماخوردگی داشته و تا بیهوشی پیش رفته بوده و رضا شاه هم به اون دوتا میگه وقتی که تب محمدرضا ولیعهد خیلی خیلی بالا رفت دیگر طاقت نیاوردم، به اتاق مجاور رفتم و چون اعتقادم به حضرت رضا زیاد است و پیوسته توسلم به اوست، در این مورد هم به او متوسل شدم. ساعتی بعد یکی از پرستارها آمد و مژده داد که رفع خطر شده. فوری سجده شکر به جا آوردم و چون به بالین او رفتم دیدم شفا یافته و به کلی خطر جسته است. در اینجا شاه مثل اینکه میخواهد رفع خستگی کند نفسی طولانی کشیده فرمودند: اگر یقین داشتم که بچه های من به گفته من عمل میکنند، در وصیت خود قید میکردم که نسل بعد از نسل در جلو یا عقب اسم اولادهای خودشان نام رضا بگنجانند و هرگز از توسل به آن حضرت غفلت ننمانند. اینم اعتقاد ویژه رضا شاه به امام رضا. چهارمین نکته‌ای که شاه در مورد رضا شاه میگه میگه که رضا شاه از اسلام در برابر مادیگران و کمونیستان به شدت دفاع میکرد. خب این یکی از دلایل دفاع رضا شاه از اسلام بوده. شاه میگه پدرم نیز عقیده داشت که باید از مذهب در مقابل هجوم مادیگرایی و افکار کسانی که میخواهند مساجد را با خاک یکسان کنند دفاع کنند، اما نه به قیمت بازگشت به قرون گذشته و قبول ادعاهای ارتجاعی معدودی از روحانیون که با ترقی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی به هر قیمت مخالف بودند. این سخنانی که الان برای شما نقل میکنم از رضا شاه، سخنانیه که رضا شاه در سال 1315 بیان کرده. یعنی رضا شاه از اسلام دفاع میکرده و میگفته که از تشیع دفاع میکرده و میگفته هیچ تعارضی بین اون و تجدد وجود نداره و ما میتونیم مسلمون باشیم و کاملا متجدد باشیم. در روز عید قدیر گفته بوده و گفته بوده که اگه پیامبر اسلام هم امروز بود تجدد رو میپذیریم. ملک رضا شاه در اوائل به قدرت رسیدنش هم در مراسم عزاداری شرکت میکرد. ملک شعرهای بهار در این خصوص نوشته: در روز دهم محرم 1340 مطابق با شهریور 1300 خورشیدی
دسته عزاداری قزاق‌ها با یک هیئت و نظم و تشکیلات مخصوصی بازار آمد و خود سردار سپه نیز در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی سر خود می‌پاشید در جلوی دسته دیده می‌شد. سایر افسران قزاق هم عقب سر مشاوران له به عزاداری مشغول بودند. همچنین شب 11 محرم دسته قزاق خانه به بازار آمد. شام غریبان گرفته بودند و خود سردار سپه سر و پای برهنه شمع به دست گرفته و مسجد جامع تهران و مسجد شیخ عبدالحسین که بزرگترین مجالس روزخانی آن روز بود آمدند و یک دور مجلس گردش کردند. البته برخی محققان گفتند که رضاشاه برای دستیابی به قدرت در این زمان از اسلام استفاده ابزاری میکرد. در ماجرای جمهوریت که روحانیت جلوی رضاشاه وایساد و اجازه نداشت که رضاشاه کشور رو از نظام پادشاهی به جمهوری تبدیل بکنه، رضاشاه به قم رفتش، جلسه با آیت الله ناینی، آیت الله اصفهانی، آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی، آیت الله عبدالحسین شیرازی، آقای میرزا مهدی خراسانی فرزند مرحوم آخوند قاسم و حاج عبدالکریم آقایی برقرار کرد و تو اون جلسه خطاب به اونا گفتش که من هیچ داعیه ای ندارم، من خود را خادم شریعت مقدس اسلام میدانم. بعد از این دیدارم بیانیه ای صادر کردش در نفع جمهوری خواهی و گفتش که دیگه به این داستان پایان بدی و هیچ کی دیگه تو از جمهوری خواهی صحبت نکنه. در بخشی از اون بیانیه نوشت یگان مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مسائل مملکت و ملت بوده و هست. من به کلیه افراد و آحاد خشون از روز نخستین محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده و همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام روز به روز به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و ملحوظ کرده. این هم چهارمین نکته بود. پنجمین نکته اینه که شاه میگه رضاشاه یعنی پدرش سرمشق اون بوده و این سرمشق بودن رضاشاه برای فرزندش برای محمد رضاشاه هم در باورهای دینی بوده هم در عبادات بوده. میگه به پیروی از سرمشق و نمونه پدرم بود که من از نوجوانی به اهمیت و تأثیر اعتقادات مذهبی و راز و نیاز با خداوند البته تنها به صورت جملات تکراری و اجباری پی بردم. خب ممکنه گفته بشه که پدر فقط سرمشق راز و نیاز بوده برای اینکه فرزندش با خدا ارتباط داشته، اما رضاشاه همونطور که گفتیم بین اسلام و تجدد تعارضی نمیدیده. به عنوان نمونه گفتیم در سال 1315 در مراسم عید قدیر در کاخ گلستان زمامداران کشور اومده بودن و رضاشاه اونجا گفت خیلی ها در اشتباه هستند و تصور میکنن معنی تجدد و اخذ تمدن امروزی دنیا این است که اصول دیانت و شرایع را رعایت ننمایند و یا کسب تجدد و تمدن مغایرتی با دین و مذهب دارد. و حال آنکه اگر مقنن بزرگ اسلام در حال حاضر در مقابل این ترقیات عالم وجود داشت موافق بودن اصول شرایع حقه خود را با وضعیت و تشکیلات تمدن امروز نشون میداد. متاسفانه آن افکار روشن و بزرگ مرور زمان وسیله سوء استفاده اشخاص قرار گرفت و به نتیجه کشور به قهر قرار کشانیدند و در 13 قرن که هر قرن میبایستی کشور تکان بزرگی برای ترقی و تکامل به خود بدهد ساکت و عقب ماند و ما اکنون در برابر نواقص گذشته قرار گرفته و باید این خمود گذشته را جبران نماییم. خب ششمین نکته ای که شابش اشاره میکنه در کتاب پاسخ به تاریخ رویاهای خودشه، رویاهای دینیش، معجزات، جاهایی که ائمه شیعیان با اون کمک کردن و اونو از مرگ نجات دادن. اینجا دیگه بحث بر سر این نیست که شاه میگه من مسلمونم، به تشیع و اعتقاد دارم، از تشیع دفاع کردم، بلکه اینجا شاه داره ادعا میکنه که ائمه شیعیان یک ارتباط ویژه با من داشتن و همیشه من از خطر نجات دادن و بارها من از مرگ نجات دادن. چندین مورد از مواردی که شاه میگه رو من اینجا براتون عیناً میگم. اولین مورد از دیدار خودش با حضرت علی و نجات پیدا کردن توسط اون صحبت میگه در همون دوران کودکی اندکی بعد از تاج گذاری پدرم
من مبتلا به حسبه شدم و در اوج بیماری بود که شبی علی ابن ابی طالب را به خواب دیدم. با وجود خردسالی می دانستم که علی در دست راست خود شمشیر دو دم معروفش ذوالفقار را داشت و در دست چپش جام محتوی یک مایه که به من داد تا بنوشم و من چنین کردم. فردای آن شب همه من فرو نشست و حالم رو به بهبود. دومین مورد، شاه مدعی نجات از مرگ توسط حضرت عباس داشته میرفته امامزاده دار.